بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، خوشحالم که باز در آغاز هفته دیگر با شما عزیزان همراه هستیم به اتفاق مهمان عزیزی که تا لحظات دیگر خدمتون معرفی خواهم کرد ایشون رو. ولی پیش از اینکه به سراغ مهمان امروز برنامه بریم، بد نیست نگاهی به چند عنوان خبر مربوط به کشورمون بکنیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که امروز، یعنی از روز دوشنبه، درصد غنی‌سازی اورانیوم ایران به 4.5% خواهد رسید. و به دنبال اون، همونطور که می‌دونید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیام‌هایی رو فرستادن برای حکومت ایران و خواستار این شدن که تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم رو کنار بگذارن، به دلیل اینکه این خارج از اون تفاهم نامه است که تحت عنوان برجام معروفه و رژیم ایران اگر این کار رو انجام بده قاعدتاً از برجام بیرون خواهد اومد. منتها در همین رابطه آقای عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفته که واکنش به این درخواست ها، یعنی درخواست هایی که کشورهای اتحادیه اروپا کردن برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم، گفته ما آنها رو با توجه به بیعملیشون در جایگاهی نمیدانیم که واکنش نشان بدهند. حالا دیگه اکنون علاوه بر امریکا، مسئولین عالی رتبه حکومت اسلامی ایران با مقامات اروپایی هم با اون دن حرف میزنه و میگویند که شما در جایگاهی نیستید که اصلا بخواید ابراز نظر و عقیده بکنید. به هر حال این لحن و نحوه پاسخگویی مقامات سیاسی حکومت اسلامی سنید، مقاماتی که در مهمترین نهادهای هر کشوری میتونن مثل وزارت امور خارجه کار کنن و سخنگو باشن، اما به عبارت دیگر شاید اگر بخوایم به زبان عامیانه این واکنش وزارت امور خارجه ایران رو معنا بکنیم، این است که به اروپایی میگه شما کسی نیستید که اصلا بخواهید اظهار نگرانی بکنید یا اینکه به ما گوشزد بکنید که ما از انجام این کار، یعنی از غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا، خودداری کنیم. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، هم در رابطه با سفر یکی از مقامات فرانسوی، یعنی سخنگوی وزارت فرانسه، نه یعنی به عبارت دیگر بعد از سفر مکرون رئیس جمهور فرانسه، قرار است که دیگر از دیپلمات‌های فرانسوی به ایران بره و بعد هم آقای عراقچی در همین رابطه گفته است که رفت آمدهایی که در پیشه، اینها این رفت آمدها رو جدی نخواهند گرفت. ما خواهان سفرهای نمایشی نیستیم، ما خواهان به اصطلاح سفرهایی هستیم که منجر به نتیجه شده و تصمیمی برای تصحیح وضع موجود در برجام بگیرند. خب این هم باز از همون سخن است، یعنی حتی وقتی که مقامات اروپایی به ایران میخوان برن تا در رابطه با حل این بحران همچنان رایزنی بکنن و صحبت بکنن، مقامات ایران به این شکل پاسخ میدن و زبان تهدید، زبان به اصطلاح غیر دیپلماتیک، که طبیعتاً دامن میزنه به بحران موجود که اکنون نه تنها بین ایران و امریکاست، بلکه بین ایران و دنیای غرب و شاید به عبارت دیگر جهان. خب در یک چنین شرایطی، همطور که میدونید، ما در برنامه رمز پیروزی در طی چند هفته اخیر یک موضوع خاص و ویژه بیشترین توجه رو کردیم و عملا بخش زیادی از وقت این برنامه به این موضوع اختصاص داده شد و این موضوع مربوط است به بیانیه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در کشورمون. و همطور که میدونید این اقدام اصلی این 14 تن هموطن عزیز ما مورد توجه بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور قرار گرفته. به عبارت دیگر واکنشی که در بین مخالفین حکومت اسلامی ایران در خارج از کشور به وجود آورد
این بیانیه 14 نفر خب در نوع خودش بی‌نظیر بود. درسته که در سالهای گذشته گاه از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی کشورمان در داخل کشور طرح پروژه‌هایی مثل رفراندوم در دو نوبت به اصطلاح منتشر شد، بیرون آمد، اما عملاً به نتیجه نرسید و دلایل گوناگونی هم داره. منتها این بار بیانیه‌ای که از سوی این 14 تن منتشر شد تفاوت‌های اساسی و فاحشی داشت با اقدامات مشابه قبلی، از جمله اینکه اونها خواهان برکنار کردن کلیت حکومت اسلامی ایران هستند و خواهان این هستند که گذار از رژیم میتونه به صورت مسالمت آمیز انجام بگیره. از ابتدا یکی از مطالبات اصلیشون مسئله استعفا رهبر حکومت اسلامی ایران بود و بعد وقتی با پرسش‌های از سوی گروه‌های مخالف و شخصیت‌های سیاسی مخالف روبرو شدن یا انتقاداتی، البته که این ناروشن شما چرا میگید که استعفا بده رهبر، خب حالا اگر میشون در استعفا بده و کسی دیگری به جای او بیاید آیا مشکل ایران حل خواهد شد؟ که این هموطنان عزیز ما در یک بیانیه تکمیلی دیگر گفتن که ما وقتی میگیم که آقای خامنه ای استعفا بده یعنی کلیت این رژیم باید استعفا بده و بره، ما خواهان عبور از کلیت این نظام هستیم چون معتقدیم این رژیم اصلاح پذیر نیست و وجود این حکومت عامل تمام نابسامانی هاییست که در 40 سال گذشته به مردم ایران تحمیل شده و به همین خاطرم برای روشن‌تر شدن اینکه چه میخواهند گفتن که ما بعد از برکناری این حکومت خواهان یک حکومت دموکراتیک و سکولار و غیر مذهبی هستیم و معتقدیم مذهب به هیچ وجه نباید در امر سیاست دخالت داشته باشه. خب همین شفاف سازی ها باعث شد که تعداد قابل ملاحظه ای اکنون نزدیک به 600 نفر فقط از روشنفکران، افراد سیاسی، افراد مطبوعاتی و مدنی، شخصیت های فرهنگی در مجموع اعلام پشتیبانی کردن و این اعلام پشتیبانی همچنان در حال گسترشه و حتی میشه پیشبینی کرد که این تعداد از 1000 نفر هم قطعا میتونن به اصطلاح عبور کنن یا اینکه بیشتر بشن و عملا تبدیل بشه به یک اقدام تازه از هر جد، چه از لحاظ کیفیت کار و چه از لحاظ کمیت. اما در این رابطه دوستان زیادی هم هستن یا حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم برخی از دوستان شناخته شده در اپوزیسیون انتقاداتی هم هنوز به این پروژه دارند. تا اونجایی که من مطالعه کردم برخی از این انتقادها انتقادهای به نظر من صمیمانه و دوستانه نیست، اما در بین انتقادهای انجام گرفته یکی از تازه ترین اونها یا بهتر بگم تازه ترین انتقاداتی که انجام شده از سوی روزنامه نگار، طنز پرداز، نویسنده عزیز و گرامی ما آقای فرمین سخن هستند که مطلب خودشون رو امروز در سایت گویا منتشر کردن و به همین خاطرم من هم مزاحمشون شدم و ازشون خواهش کردم و دعوت کردم که در این برنامه شرکت بکنن تا از نزدیک در رابطه با نگاه انتقادیشون، همونطور که عرض کردم از امضا کنندگان همین به اصطلاح اطلاعیه پشتیبانی از این دوستان بودن، ولی نگاه انتقادیشون رو با خودشون در میون بگذاریم و بخواهیم که از زبان خودشون هم به هر حال بیشتر توضیحاتی رو بشنویم. اگرچه خودم فکر میکردم که شاید بد نباشه که من متن نوشته ایشون رو هم بخونم. اجازه بدید دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، خدمت جناب فهمی سخن عزیز سلام میکنم و درود میفرستم و از اینکه این دعوت رو در یک فاصله بسیار کم هم پذیرفتن ازشون بسیار بسیار تشکر میکنم. درود بر شما جناب فهمی سخن عزیز. سلام عرض میکنم خدمت جناب ولی، جناب اعتمادی گرامی و بینندگان تلویزیون کانال یک و برنامه رمز پیروزی. تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردید تا دقایقی در خدمتتون باشم. تمنا میکنم جناب فهمی سخن عزیز. عرض کنم که
نمیدونم آیا صلاح میدونید من کل مطلب شما رو بخونم یا اینکه نه بعد از همون پاراگراف اول شاید بهتر باشه پاراگراف پاراگراف بخونم و بعد اگر پرسشی دارم از درون اونها خدمتتون عرض کنم. قطعا هر طور شما صلاح بدونید، البته ما توضیحات لازم رو اینجا میدیم. طبیعتا وقتی نوشته رو خواننده مستقیما میخونه این حالتی ایجاد میشه در ذهن خواننده، وقتی ما این رو به صورت شفاهی بیان میکنیم حالت دیگه ممکنه پیدا کنه، ولی هیچ اشکالی نداره شما بند به بند یا کلش رو بخونید و من در خدمتتون هستم. هر سوالی هم داشته باشید من پاسخ هستم. خب ممنون جناب سخن عزیز. من پیشتر بگم که به واقع من با بخش اعظم انتقادات شما در این مطلب اخیرتون موافقم. این مختص این گروه 14 نفر هم نمیشه، شما یک سری انتقاداتی دارید که کلن به نحوه عمل کرد اپوزیسیون دارید و نگرانیتون هم میشه فهمیدنی از خود این متن، یک نوع نگرانی هم میشه بهش توجه کرد که شما نگرانید که سرنوشت این پروژه دوچار سایر پروژه دیگه نشه به یک معنی که آمدند و رفتند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. در هر حال شما در آغاز مطلبتون میگید اگر به ما ایرانی ها بر نخورد باید بگوییم که متخصص شروع کارهای سیاسی و در نیمه راه رها کردن آن هستیم. تازه این نیمه راه را با ارفاق عرض کردم، چون حقیقت این است که بیشتر کار را شروع نکرده آن را به امان خدا رها میکنیم. من ضمن اینکه طور که عرض کردم با این انتقاد شما کاملا موافق هستم و خود منم در طی تمام این سال شاهد این نوع به اصطلاح رفتار از گروه های مختلف اپوزیسیون بودم، اما طبیعتا هر کدوم از این پروژه که به نتیجه نرسیده یا این تلاش که به نتیجه نرسیده خب دلایل زیادی داره، دلایل تاریخی داره، دلایل فرهنگی، سیاسی و خود جناب عالی هم این رو میدونید و ما این دفعه امیدواریم که حداقل این پروژه دوچار این مشکل به یک معنا نشه. سوالی که من در این رابطه میخواستم بکنم اینه که آیا به نظر شما این بار این 14 تنی که یک چنین اقدامی رو کردن تفاوتهایی رو به طور مثال با نمونه های اقدامات قبلی آیا به نظرتون میرسه که داشته باشه یا نه فکر میکنید که به واقع همطور که در همین ابتدای مقالاتون نوشتید امید چندانی به سرانجام رسیدن این پروژه ندارد؟ عرض کنم حضورتون که مهمترین موضوعی که درباره این بیانیه میشه بهش اشاره کرد و من در این نوشته هم اشاره کردم این هست که این بیانیه رو کسانی نوشتن که در ایران هستن و این کار کاریست بسیار شجاعانه، جسورانه و حقیقتا کسانی که این بیانیه رو تنظیم کردن با دم شیر بازی کردن و هر خطری رو به جان خریدن. از این نظر بسیار بسیار قابل احترام هست عمل اینها و همین بیانیه با این محتوایی که داره و شخص اول جمهوری اسلامی رو به طور مستقیم نشونه گرفته و وارد جزئیاتی که به پایین رده‌های مدیریتی سیستم مربوط میشه نپرداخت. همون اصل مطلب و بنیان مطلب رو در این بیانیه بیان کردن. بسیار بسیار باریز شجاعانه و قابل احترام. بنابراین این تفاوت اصلی رو من در این بیانیه با بیانیه‌های مشابهی که در مثلا خارج از کشور تنظیم شده و بارها به کرات گفته شده که این حکومت باید بره، رهبر باید بره و نظام به طور کامل تغییر بکنه. اما در مورد انتقاد من حقیقتا مایل هستم به عنوان یک ایرانی این همه تلاش، این همه زحمت، این همه فعالیت بازدهی و ثمری داشته باشه. من ابتدا عذرخواهی میکنم از سر صدایی که در اینجا هست، ظاهرا در اینجا کار ساختمونی میکنن، اگر سر صدای اضافه به گوش میرسه عذرخواهی میکنم. زیاد بلند نیست صدا، بفرمایید. خب بسیارم عرض کنم حضورتون که
اصولا تایید کردن و تشویق کردن بسیار خوبه، ما این کار رو همیشه کردیم، بعد از این هم خواهیم کرد، ولی مهمتر از اون بیان ضعفایی است که میتونه منجر به عدم ثمردهی یک حرکت اجتماعی یا حرکت انقلابی یا یک حرکت سیاسی بشه. اگر من چیزی در این باره می نویسم، نگران این هستم که این بیانیه به نتیجه‌ای که باید برسه به اون دست پیدا نکنه و بی ثمر بمونه. بنابراین ما سعی میکنیم با بیان نظر خودمون کاری کنیم که این زحمتی که این دوستان کشیدن، این شجاعت و این جسارتی که به خرج دادن بی حاصل نمونه و از این نظر هست. من خودم امضا کننده این بیانیه هستم، هرچند خودم رو در سطحی نمیبینم که امضای من بخواد تاثیر اجتماعی داشته باشه، ولی شاید این دومین یا سومین امضایی باشه که پای بیانیه سیاسی میذارم، چون من وظیفه خودم رو از نویسندگی سیاسی میتونم و نه کار سیاسی، و در این زمینه همین رو میتونم خدمتتون عرض بکنم. بله جناب سخن، من وقتی که مطلبتون رو خوندم حقیقتش به دلیل اینی که با روحیه و نیت شما آشنایی دارم، ابتدا تصمیم داشتم که خدمتتون تلفن کنم و در مورد برخی از نکاتی که در این مقالتون هست توضیحاتی رو بدم، اما فکر کردم که خوبه که ازتون خواهش کنم که تو برنامه شرکت کنید تا در حضور بینندگان با هم در این خصوص و در رابطه با انتقاد و انتظاراتی و نگرانیایی که شما در این رابطه دارید گفتگو کنید، چون به طور یقین من میدونم که برخی دیگری از هم میهنان ما حالا یا کار سیاسی میکنن یا کار سیاسی نمیکنن، اما نگران وضعیت کشورشون هستن و به واقع در فکر چاره‌ای هستن که بتونن این وضعیت رو هر کسی به سهم خودش کمک بکنه که تغییر بده. بنابراین خوب بود که در برابر همه این بحث باز میشد تا بتونیم با کمک هم با گفتگوی کوتاهی که داریم ببینیم مشکل در کجاست. ببینید جناب سخن، همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، اینه که برای نخستین بار 14 فعال مدنی و سیاسی میان مطلبی رو مطرح میکنن که در گذشته به این شکل نبود، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یعنی با سرعت میگن آقا این رهبر باید استعفا بده، و بعدم تو توضیحات شفاهی که تو برنامه ها مصاحبه های تلویزیونی میگن توضیح دادن که وقتی ما یک حکومتی رو مانند حکومت ولایت فقیه رأسش رو میگیم استعفا بده، یعنی که کل نهادهای وابسته به این حکومت باید کنار برن و باید انحلال پیدا بکنن، و این به این معناست که ما میخواییم این رژیم رو به طور کلی از سر را برداریم و یک حکومت و یک ساختار حکومت جدیدی رو پیاده بکنیم. اما واقعیت اینه که برای اینکه این کار انجام بگیره دو عامل دیگه هم لازمه که به کمک این 14 نفر برن. یک عامل خود مردمن که باید به این 14 نفر توجه کنن و ببینن که اینها چه میگن، و یک عامل دیگر جامعه سیاسی و روشنفکری ایرانیه. من برداشتم این بود که شما بیشتر مخاطبتون همون تعداد بیشماری از جامعه سیاسی و روشنفکری ایرانه که دارید به اونا میگید که مواظب باشید این کاری که دارید میکنید این رو هم به امان خدا نسپارید، بلکه این رو به یک جایی برسونید. منتها عرض من اینه که ما این بحث رو داریم در بین همه همیانانمون انجام میدیم که به همیانان ما بدونن در انتظار معجزه از این 14 نفر نباید باشن. به نظر من این 14 نفر با صراحت و با شفافیت روشن حرفشون رو زدن، و من همونطور که هممونم داریم میبینیم به طور منظم تو رسانه‌های مختلف هم دارن میان صحبت میکنن، هر روزم دارن یک چیزی رو یک سندی رو منتشر میکنن. دیروز آقای لعل محمدی به عنوان سخنگوی این 14 نفر یک اطلاعیه رو منتشر کرد که تشکر کرد از همین 500 نفری که در خارج از کشور یا پیش از 500 نفری که در خارج از کشور از اونا اعلام حمایت کردن. در همون اطلاعیه ایشون ما میبینیم که آرزو میکنن که این اپوزیسیون به شدت بتونه
اتحاد بکنه، بتونه به اصطلاح وحدت بکنه تا اینکه گام‌های بعدی هم برداشته بشه. بنابراین آیا فکر نمی‌کنید که یک بخشی از مخاطبین شما خود مردم باید باشن؟ یعنی مردم نباید در انتظار معجزه‌ای باشن همونطور که خدمتتون عرض کردم. در این رابطه چی فکر می‌کنید؟ ما این مسئله رو شاید بتونیم به 3 بخش یا 4 بخش تقسیم بکنیم: موضوع مخاطبان نقد خودمون و مخاطبان این بیانیه. خب همونطور که مستحضر هستید، این بیانیه موفق است، چرا که در طول مدت کمی تونسته تعداد زیادی از مخالفان حکومت اسلامی رو به طرف خودش جلب بکنه، تا اندازه ای که وقتی ما امضاها رو در زیر این بیانیه میبینیم متوجه میشیم که تقریبا از تمام خطهای سیاسی، افکار سیاسی به اصطلاح در میان این امضا کنندگان حضور دارد. و این بسیار باعث خوشحالی و باعث افتخار ماست که بالاخره یک اعلامیه تونست منتشر بشه. و البته در کنارش بحث‌های همیشگی هم هست و عده ایرادگیر که همیشه دنبال بهانه میگردن، از جزئیات نمیدونم فلان کلمه، نمیدونم به قول شما وقتی ما میگیم رهبر بره یعنی همش بره، وقتی بر این مسئله مثلا میبینید برخی تاکید میکنن، در اصل ایجاد اتلاف وقت هست و کشیدن موضوع و اصل مطلب بیراهه، چنان که بارها ما این تجربه رو داشتیم و دیدیم که همینطور ایرادهای جزئی رو اینها بزرگ کردن و اصل مطلب به بوته فراموشی سپرده شد. ما در این زمینه میتونیم از این 4 گروه به این صورت یاد بکنیم که گروه اولی که این به اصطلاح بیانیه روی صحبتش با اوناست و اونها هم این بیانیه رو تایید کردن، همون اشخاصی هستن که ذیل این به اصطلاح بیانیه امضا گذاشتن و طیف های مختلف هستن. بسیار کار خوبی است، امضا گذاشته شده، اسم و رسم نوشته شده، خط و ربط تمام این اشخاص هم مشخص است که مربوط به کدام گروه، دسته و طرز فکر و سیاست مورد قبول خودشون هست. گروه دومی که باید بهشون اشاره بکنیم و اصل مطلب هست، مردم داخل ایران هستن. خب این بیانیه رو میبینن، این به اصطلاح هواداران این بیانیه رو هم میبینن، خب قطعا از نظر فکری به هر کس نزدیک باشن، این باعث میشه که مردم هم تشویق بشن که به اصطلاح با مفاد این بیانیه موافقت بکنن که اصلش حذف خامنه ای، استعفای اون، کنار رفتنش، کنار گذاشتنش و تغییر جمهوری اسلامی. قسمت سوم مسئله برمیگرده به بزرگان اپوزیسیون، اشخاصی که ما میشناسیمشون و مثلا میگم جزو رهبران یا جزو سران یا جزء رؤسای سازمان ها، گروه ها، احزاب هستند و اینها تاثیرگذاریشون به مراتب بیش از 500 امضای فلان روشنفکر و فلان فعال سیاسی است. و چهارمین گروهی که باید بهشون توجه داشته باشیم و متاسفانه تا این لحظه دربارش کسی صحبت نکرده، توزیع این بیانیه در میان کشورهای مؤثر و مختلف در سیاست ایران، یعنی ترجمه این بیانیه و طرفداران اون که نشون میده طیف وسیعی رو تشکیل میدن، این ترجمه باید در اختیار کشورهای مختلف، حالا یا سرانشون یا مدیریت‌های به اصطلاح دسته بالاشون قرار بگیره که متوجه بشن چنین خواستی اغلب نمایندگان فکری اپوزیسیون و مردم ایران در ایران داره.
حالا وقتی ما چنین چیزی میگیم، اولین کشورهایی که به ذهنمون میرسه آمریکا هست، کشورهای اروپایی هست و کشورهایی که به طور مستقیم درگیر هستن با جمهوری اسلامی. خیر، ما حتی باید این بیانیه و این ترجمه رو در اختیار پوتین مثلا یا نمایندگانش، در اختیار رئیس جمهور چین و نمایندگانش و اصولا هر کسی که با ایران و با سیاست ایران ارتباط داره، اینها در اختیارشون قرار بگیره و نمایندگانی از ما، یعنی از کسانی که این بیانیه رو قبول دارن، تدوین کردن، امضا کردن و امکان این ارتباط رو دارن، باید برن حضور پیدا کنن با نمایندگان وزارت خارجه این کشورها، به طور اکتیو و فعال وارد گفتگو بشن. ببینید، ما موضوعمون این نیست که یک بیانیه یه چند صفحه‌ای نوشته بشه، چند نفر هم امضا بکنن و حتی مثلا مردم داخل ایران هم این امکان رو داشته باشن که تاییدیه خودشون رو پای این بیانیه بذارن. ما بگیریم مثلا 5 میلیون امضا هم جمع شد، تأثیر این بر روی سیستم حاکم نخواهد گذاشت و سیستم حاکم با این به اصطلاح تعداد امضاها و اینها عقب نشینی نخواهد کرد. ما باید این تبدیل بکنیم به جریانی که از هر طرف حکومت و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح تحت فشار بذاره و این فشار واقعی رو احساس بکنه. بنابراین ما 4 دسته مخاطب میتونیم و باید داشته. من ببخشید که پشت سر هم صحبت میکنم، الان صحبتم رو تموم میکنم که جناب عالی هم بتونید از من سوال بکنید یا نظر خودتون رو بفرمایید. من الان در کار نوشتن یه مطلب هستم که فردا منتشر خواهد شد. از دوستانی که در فیسبوک هستن خواهش کردم اسامی به اصطلاح رهبران و رؤسای سازمان ها، گروه ها، احزاب ایرانی و این شخصیت های سیاسی ایرانی رو به شرط اینکه خط سیاسیشون یک به اصطلاح تمامیت ارضی ایران رو قبول داشته باشه، دو حکومت رو از مذهب جدا بخواد و یه شرط سومی هم هست که الان در خاطرم نیست داشته باشن، اینا اسامیشون رو به من بدن. من در طی این مقاله از این آقایون و خانوم ها خواهش خواهم کرد که حالا که یک بیانیه ای نوشته شده که اغلب ما و اغلب شما قبول دارید، بیایید ببینیم آیا میشه این کار رو کرد یا خیر، که نه با امضا یا به اصطلاح نوشتن اسممون به صورت مجزا، بلکه به دعوت 2-3 نفر که این زحمت رو بتونن متقبل بشن، بیاید آقایون سران حکومت، آقایون سران احزاب، سازمان ها، گروه ها، شخصیت ها جمع بشیم در یک مجمعی، حالا یا حضوری یا اگر امکانش نیست که ممکنه نباشه، از طریق همین وسایل ارتباطی. مثلا میگم رئیس حزب الف، رئیس سازمان ب، شخصیت الف، شخصیت ب، 10 نفر 15 نفر این افراد جمع بشن. اون هم نمیگیم که حالا بذاریم 3 سال بعد، کار سریع باید باشه، در طی هفته های آینده، در طی روزهای آینده، و مردم ببینن که این شخصیت ها و این افراد برجسته حداقل حول همین بیانیه که مورد قبولشون هست گرد هم آمدن و یک اصلا اتفاق فوق‌العاده و خارق‌العاده خواهد بود اگر چنین چیزی پیش بیاد. و در اونجا خب این مردم که در ایران هستن، در خطر هستن، به چشم خواهند دید یه تفاهم زمینی حول مسائل اصلی مملکت به وجود آمده و این آیون برجستگان، رؤسا و سران احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌ها بالاخره بعد از 40 سال آمدن در کنار هم، رو در روی هم، حالا از طریق ویدئو یا از طریق به طریق حضوری با هم صحبت کردن، که این به اصطلاح گام هایی که اینطور برداشته میشه
یک چیز عملی بگیره، صورت عملی بگیره و این بسیار بر مردم تأثیر خواهد گذاشت. ما تمام چیزهایی که می نویسیم برای تحقق چنین آرزویی است، یعنی نه اینکه فقط در حرف باقی بمونه بلکه در عمل هم باعث گشایش دریچه های و دروازه هایی بشه که تا حالا بسته بود. جناب سخن خیلی ممنونم، واقعا نکات خیلی مهمی رو اشاره کرد، ولی میخوام چند تا خبر خوب بهتون بدم که حتما خوشحال خواهید شد. یکمی که همین تا یک ساعت قبل یک اطلاعیه در سایت گویا منتشر شد از طرف یک کمیته 3 نفر است که از ابتدا برای جمع‌آوری امضاها و به اصطلاح اعلام پشتیبانی از این عزیزان 14 نفر این کارها رو انجام داده بود و همین کمیته 3 نفره از همین امروز بیانیه این دوستان رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده و در به صورت پتیشن در یکی از این سایت هایی که معمولا پتیشن ها رو میذارن اونجا این رو منتشر کرده و همه ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن و حتی غیر ایرانی ها، اونهایی که به نوعی مایلن که با مردم ایران اعلام همبستگی بکنن، میتونن برن اونجا این رو امضا بکنن. یعنی علاوه بر همین امضایی که تا بال صورت گرفته. نکته بعدی هم که یعنی تا اینجا همش در تایید فرمایشات شماست. نکته بعدی این که خواستم خدمتون عرض بکنم، هیچ بعید نیست که این تعداد اسامی که الان بیش از 500 نفر فعلا منتشر شده اسامیشون که اینا همه در خارج از کشورن، با اطمینان خاطر خدمتتون میخوام بگم که اولا این تعداد همگی، من اون صفحه فیسبوک شما رو دیدم اتفاقا و وقت نبود میخواستم پاسخش رو به این شکل الان در حضور خودتون خواهم گفت، این تعدادی که امضا کردن اون ویژگی هایی که شما تو صفحتون نوشتید که به اصطلاح موافق حفظ تمامیت ارضی ایران باشن، خواهان عبور از رژیم باشن و به یک حکومت سکولار و دموکراتیک هم اعتقاد داشته باشن، اون اصل سومی که فراموش کرده بود، فراموش کرده، بله همین این بود. ببینید جناب سخن، این بیش از 500 نفر همگی اولا این اصول رو بهش اعتقاد دارن، بخش زیادی از اینها ممکنه برای همه ما آشنا نباشه نامشون، اما اینها از معتبرترین شخصیت‌های سیاسی کشور ما هستند. برخی از اونها از رهبران گروه‌های سیاسی هستند، ولی اکثریتشون افراد منفردی هستند که در گذشته جز پایه‌گذاران سازمان‌های سیاسی اصلی ایران بودن، ولی خب حالا ترجیح میدن به صورت فردی فعالیت بکنن. یعنی تقریبا بیش از 70% اپوزیسیون ترقی‌خواه ایران، آزادی‌خواه و دموکرات و سکولار ایران در همین لیست فعلا حضور دارند. ضمن اینکه برخی دیگر به تنهایی یا به نام گروه خودشون بیانیه‌ای را صادر کردند، از این 14 نفر حمایت کردند، اما درست با همین بیش از 500 نفر هم نظرند. من امیدوارم اونهایی که به نام گروه و سازمان خودشون هم از این 14 نفر امضا کردن به زودی ملحق به این بیش از 500 نفر بشن. چون شما یه نکته رو فرمودید، اجازه بدید من این توضیح رو خدمتتون بدم. جناب سخن عزیز، 40 ساله که در دوره‌های مختلف بسیاری از شخصیت‌های سیاسی ما کوشش کردن که بین احزاب و سازمان‌های سیاسی یک جبهه مشترکی رو به وجود بیارن، متاسفانه تا به امروز انجام نشده و به نظر میرسه که ما نباید از این راه، یعنی اتحاد احزاب و سازمانها به یک اتحاد ملی دست پیدا بکنیم. متاسفانه نمیشه، دلایل خودش رو داره، چون وقت این برنامه محدوده، من نمیخوام الان به این قضیه بپردازم، اما تمام اون کسانی که جز رهبران گروه سیاسی هستن یا اینکه از اعضای این گروه ها احزاب هستن، میتونن به صورت فردی همین چند اصلی که شما فرمودید، حفظ تمامیت ارضی ایران، گذر از رژیم، باورمند به سکولاریسم و دموکراسی باشن و یک پروژه ای رو تایید بکنن.
نکته بعد این که شما فرمودید که تو متن مقالتون هم هست این نگرانی که نکنه که این پروژه به دست فراموشی سپرده بشه و در میانه راه به نوعی متوقف بشه. اینطور نخواهد شد، چون اون کمیته سه نفری در همین اطلاعیه که یک ساعت پیش در سایت گویا منتشر کرد برنامه ریزی کرده، همین پتیشن رو ترجمه کرده، همچیز که شما میخواستید اون رو امروز منتشر کرده و در اینترنت گذاشته و داره خودش آماده میکنه برای اینکه از اون بیش از 500 یا 600 نفر شاید به 1000 نفر برسه به زودی، دعوت بشه در یک جلسه عمومی شرکت بکنن، اگرچه حتی همه اونها هم نباشن ولی تعدادی از اونها باشن و از بین خودشون یک شورای مدیریتی رو انتخاب بکنن که این شورای مدیریت به قول جنابالی همپا با اون 14 تنی که در ایران هستن بتونن این پروژه رو پیش ببرن. بنابراین یک اتحاد ملی است و به همین خاطر من در خدمتتونم ابتدا خدمتتون عرض کردم این اتفاق برای نخستین بار میفته، یعنی خود همین اتفاق که خود جنابالی هم اشاره کردید، یعنی در کنار هم قرار گرفتن نام کسانی که در طی 40 سال گذشته این نامها کنار هم نبود هیچگاه، ولی بلوغ سیاسی و احساس مسئولیتی که این بار همه این عزیزان کردن، صرف نظر از این تفاوتا، این بیانیه یا این اطلاعیه پشتیبانی رو امضا کردن و حالا ما در حال تدارک هستیم که به اون مرحله برسیم و اون شورای مدیریت بزرگ رو به وجود بیاریم، چون همونطور که خودتون هم اشاره کردید بدون یک اتحاد وسیع قدرتمند ما نمیتونیم از رژیم عبور کنیم، نمیتونیم حفظ تمامیت ارضی بکنیم، نمیتونیم برای فردای ایران دموکراسی و آزادی بیاریم. اصل قضیه جناب سخن همونطور که خودتون میدونید این اتحاد ملیه و خوشبختانه امروز ما شاهد این هستیم که بیشماری از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی ما در این راه کنار هم قرار گرفتن، حداقل با نام‌های خودشون رو کنار هم گذاشتن و باید قدم‌های بعدی رو برداشت برای هر چه سریع‌تر، بازم در تایید فرمایش شما، اون نشست و اون کنفرانس بزرگ رو برگزار کنیم. امیدوارم این توضیحات تا یه حدی شما رو هم خوشحال بکنه هم خوشبین بکنه که این بار مطمئن باشید که با کمک هم دیگه نخواهیم گذاشت این پروژه در نیمه راه متوقف بشه. بفرمایید. خواهش میکنم. امیدوار هستم، امیدواری که به قول معروف سعی کردیم 40 سال این رو داشته باشیم و نگه داریم. منتها برای تحقق امیدها باید تلاش کنیم. ما بیش از اندازه به موضوع اینترنت و به موضوع بیانیه اعلامیه گفتارهای شخصی وابسته شدیم. به عبارت بهتر تمام این وسایل ارتباطی که امروز در اختیار ماست به جای ایجاد حرکت و عمل باعث نوعی بی‌حرکتی شده و حرکت رو تنها در کارهای سادهی مثل نوشتن، مثل امضا گذاشتن، مثل تایید کردن یا تکذیب کردن در اینها خلاصه میکنه. اگر میخواییم این حکومت به دست خودمون تغییر بکنه باید عملا وارد فعالیت شد. ما توانایی اداره یک جمع 500، 600 و 700 نفره حتی اگر حاضر بشن که بیان و در این جمع حضور پیدا بکنن نداریم. این رو باید به صراحت گفت. در حال حاضر این توانایی حتی اگر هم فکری وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر به یک ایده، ایدئولوژی، تفکر سیاسی به طور کامل 100% همه معتقد باشن، باز نمیتونیم از داخل این جمعیت 500-600 نفره چیزی که کار بتونه بکنه و مؤثر بتونه باشه به وجود بیاد. این یک واقعیتیه که در طول 40 سال گذشته در فعالیت احزاب و گروه های سیاسی دیدیم. حالا وارد این مطلب نمیشم. اولین قدمی که ما باید برداریم و اصلا ارتباطی هم با اتحاد نداره که باز خواستن چنین اتحادی در شرایط فعلی با طرز تفکرها و فرهنگی که فعلا بر ما غالب شده ممکن نیست، اینه که
اون کسانی که به عنوان برجستگان جریان‌های فکری و سیاسی شناخته میشن، حالا 10 نفرن، 5 نفرن، 15 نفرن، من حقیقتا الان اسم نبردم چون نمیخوام بگم، چون هر اسمی ببریم میگن بفرمایید، اینها میگن که پس بریم به طرف این گروه، ما میگیم که فلان شخصیتی که رهبری گروه پادشاهی خواه رو داره، فلان شخصیتی که فلان گروه ملی رو داره، فلان شخصیتی که رهبری گروه چپ رو داره، فلان شخصیت رادیو تلویزیونی، فلان شخصیت مطرح مطبوعاتی، اینا مثلا میشن 20 نفر. ما یک روز اگر اینها رو یک روز در یک جا، حالا میگم میتونه این گرد همایی اینترنتی باشه یا گرد همایی حضوری باشه، ولی نه این که بذاریم 2 سال بعد خیلی سریع اقدام بکنیم و تا این حکایت بیانیه و تایید اون در افواه هست، در اذهان هست، این کار رو ما صورت بدیم. این به مراتب مؤثرتر از اون 500 نفری خواهد بود که حالا معلوم نیست اصلا بشه چنین کاری رو کرد نکرد و از توش چی در بیاد. و نکته سوم، ترجمه و پتیشن و گذاشتن اون پتیشن در داخل یه جایی مثل اینترنت که بارها این کار صورت گرفته و هیچ فایده ای نداشته و اون پتیشن های قبلی هم همه به فراموشی سپرده شده، مهمترین اصل این هست که این ترجمه رو ما برداریم، نمایندگانی تعیین بکنیم، اینها برن و با کشورهای مختلف، سفرهای کشورهای مختلف، مقامات کشورهای مختلف اگر در کشوری خودشون حضور دارن وارد گفتگو بشن. یعنی این به اصطلاح از خودمون این اعتماد به نفس رو به عنوان اپوزیسیون نشون بدیم و فقط واسه خودمون ایرونیا حرف نزنیم. این که من بشینم پای تلویزیون هی داستان اینو هی داستان اونو هی این بیانیه رو هی اون بیانیه رو واسه مردم خودمون اونم یه بینندگان ثابت تعریف بکنم که کافی نیست، در سیاست ما اتفاقی نخواهد افتاد. و اینکه ما تصور کنیم مثلا اون کسانی که میلیاردها این مملکت رو غارت کردن با 2 تا پتیشن و اعلامیه و حرف ما و اون 14 نفر و غیره از این منافع دست برمیدارن و میذارن میرن پی کارشون، اصلا این خواب خوشی است که داریم میبینیم. جناب صاحب قدرت این و انگیزه این رو خواهند داشت به خاطر این ثروت انبوه و غارت مملکت بیان و مردم رو قتل عام بکنن و این 14 نفر رو حتی قتل عام بکنن. حتی موضوع سیاسی نیست، موضوع حتی از جنبه اقتصادی به یک عده که منافع عجیب دارن میبرن آسیب خواهد زد و ما باید عملا، و این عمل میتونه شروعش همین که الان من خدمتتون عرض کردم، سران احزاب، سازمان ها بیان حول این چیزی که در این بیانیه نوشته شده یک روز وقت بذارن و دور هم جمع شن و ما ببینیم که این 4-5 نفری که اصلا آدم تصورش رو نمیکرد روزی بنشینن در کنار هم صحبت بکنن، دارن حول یک مسئله در کنار هم صحبت میکنن. ببخشید چون وقت برنامه تموم شد، اجازه بدید فقط من یکی دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا این پروژه، این 500-300 نفر هم توی گفتم یک کمیته به اصطلاح سازماندهی داشت از روز اول و این کمیته سر جاشه و امروز هم بیانیه خودش رو، بر اولین بیانیه خودش رو صادر کرده و همین الان در سایت گویاست. تمام نکات که شما اشاره فرمودید رو این کمیته در حال تدارک برای انجامشه. منتها باز هنوز من خدمتتون عرض میکنم اتحاد رهبران گروه ها و احزاب سیاسی امر غیر ممکنیه. منم عرض کردم که اصلا اتحاد رو باید فراموش کنیم، همکاری فقط و فقط همکاری. همین بیانیه‌ای که امروز در اختیارمونه و این هم امضا پاش هست، قول همین یک روز جمع بشیم و فقط صحبت کنیم، اصلا نه اتحادی باشه نه همکاری باشه نه هیچی، فقط ببینیم که آیا میتونیم این توانایی رو داریم که بعد از 40 سال 5 نفر از سران احزاب و صاحبان نظر گرد هم بیان، یا خیر عرض من در این اندازه است. جناب سخن عزیز، من خوشحالم که این برنامه رو من با شما انجام دادم و من معتقدم اون کمیته تمام پیشنهادات شما رو خواهد شنید و بر اساس تجربه و مشورت با
به بدنه اون جریان 500 نفر همه اینها رو در نظر خواهد گرفت. فقط من خواستم خدمتون بگم ما تا زمانی که تبدیل به یک قدرت نیرومند نشیم، عرضم کردم اول برنامه، از پس این حکومت بر نمیتونیم بیایم. نه ما نباید از کلمه اتحاد وحشت داشته باشیم، نباید از کلمه ائتلاف و همکاری به اصطلاح وحشتی داشته باشیم. ما باید به قدرت بزرگ تبدیل بشیم و این قدرت بزرگ رو باید با کمک مردم ایران و با کمک اون 14 نفر و با کمک این بیش از 600 نفر 500 نفر باید انجام بگیره. بنابراین ما اون نشست رو حتما بر اساس اون چیزی که شما تاکید کردید رو به زودی برگزار خواهیم کرد و نمایندگان این گرایشات مختلفی در اون جمع هستن خواهند اومد و چه خوبه که هر تعداد بیشتری از اون امضا کنندگان اونجا حضور داشته باشن و ناظر به این بحثا باشن در یک سالن. ما باید از همونطور که فرمود از اینترنت و از همه اینا باید بریم بیرون در یک سالونی در برابر دوربین خبرنگارا همه ببینن که اپوزیسیون ایران، روشنفکران ایران، مردم ایران میخواهند با هم همکاری کنن، متحد بشن و در برابر این رژیم بایستن. ازتون عذر میخوام چون وقت برنامه پایان رسید، اجازه بدید در اینجا از حضورتون خداحافظی بکنم تا یه برنامه دیگه که در این رابطه باز بیشتر در خدمتتون باشیم. ممنونم که تشریف دعوتتون، سپاسگزارم از دعوتتون. ممنون از شما. بینندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای فهمیم سخن گرامی با همه شما تا فردا خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند.